سلام میکنم به همه شما عزیزانی که بیننده برنامه نگاه به چپ هستید. من کیان آذر به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و تقدیم به شما عزیزان میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالت خوب باشه و آماده باشی برنامه این هفته رو هم پیش ببریم. سلام کیان عزیز و همه بینندگان عزیز این برنامه. خب مصطفی، میخواییم در رابطه با یک سخنرانی صحبت بکنیم که توی هفته گذشته و روزهای گذشته منتشر شده در سطح شبکه‌های اجتماعی و شرکت مسیح علی نژاد در کنفرانسی در شیکاگو بوده و تم هر ترتیب سخنرانیش یا اون محوری که داشته تغییر از خود بوده و به همه اعلام میکنه که تغییر رو از خودتون شروع بکنید. میخوایم در مورد این صحبت کنیم. انعکاس وسیعی داشته کیان این سخنرانی، انعکاس وسیعی داشته. خب حرفای زده که جالب هم هست از خیلی جنبه ها و تاثیرگذار هم هست از خیلی جنبه ها و موضوع خوبی رو هم باز کرده، تغییر از خود و بالاخره جایگاه این تو سیاست و همینطور در مورد خود خانم علی نژاد چه تغییراتی از خودش شروع کرده و چقدر تغییر داده خودش رو. به نظر موضوع جالبیه و من فکر میکنم تو نگاه به چپ ما باید به این بپردازیم، چون موضوع در این حال یه موضوع مورد بحث خب حجاب، مبارزه با حجاب اجباریه و موضوعی که الان خیلی کلیدی تر شده. ما همیشه تو ادبیاتمون گفتیم که حجاب شیشه عمر جمهوری اسلامی است و حالا مسیح علی نژاد هم خب اینو متوجه شده و آمده سفت و سخت داره سر این موضوع می جنگه، ولی در این حال خب ببینیم که چقدر واقعا از خودش شروع کرده و چقدر تغییر از خود رو جدی گرفته و کلن جایگاه تغییر از خودم. بذار اینو بگم، ببین ما توی سیاست و توی اجتماع هر کسی، ما خدامون بالاخره این خودی که من هستم، تو هستی، مسیح علی نژاد هست، هر کسی هست، ما همه تحت تاثیر شرایط سیاسی اجتماعی معینی هستیم. مسیح علی نژاد به نظرم از این سر نمیبینه تغییر از خودو، اینو نمیبینه که خب ایشون یه وقتی دنبال مثلا چیز بود، روحانی میگم خاتمی بود، باهاش مصاحبه کنه، صحبت کنه و حجاب سرش میکرد و اومد خارج کشور، یه وقتی با قول خودشون کلاهی که سر خودش میذاشت رو برداشت و این خیلی خوب بود و الان داره علیه حجاب مبارزه میکنه، اینم خیلی عالیه، دمش گرم. ولی من سوالی که دارم اینه که واقعا این تغییر از خود چقدر جدی و عمیق بوده؟ اون وقت نگاهش به خاتمی بود، حالا هم به نظر میرسه که نگاهش باز به بالاست، به امثال رضا پهلوی و اینهاست. این تغییر از خود توی متن شرایط اجتماعی سیاسی معین میتونه صورت بگیره؟ چقدر واقعا دنبال این تغییر شرایط اجتماعی سیاسی است؟ چقدر واقعا خواهان این هست که جمهوری اسلامی تمامش بره؟ چقدر خواهان این هست که نه فقط جمهوری اسلامی بره، بلکه همه حقوق‌بازا و مفخورا و همه کسایی که خون مردم رو تو شیشه کردن که به جمهوری اسلامی محدود نیست، اینا هم همه از سر راه مردم کنار برن؟ میخوام بگم این تغییر از خود یک مفهوم در خودی، یک چیزی مربوط به خود من و خود من نیست، مربوط به خود من و کل شرایط اجتماعی سیاسی طبقاتی هست که تو جامعه است. من میخوام بگم خوب مسیح علی نژاد رو توجهش به این جلب بکنید که یه دفعه هم تو این متن ببینه، تو متن مبارزه طبقاتی و مبارزه اجتماعی سیاسی، و اینو توجه کنه که هنوز نگاهش به بالا تغییر پیدا نکرده، هنوز یک کلاه گنده سر خودش گذاشته و اون رو بر نداشته. من پوینت اصلیم اینه در رابطه با صحبتایی که مسیح علی نژاد کرده. مصطفی، من حالا مثل خیلی مواقع تو برنامه نگاه به چپ تو پریدی رفت جلو، من دوست داشتم که یعنی قبل از اینکه بخوایم به خود همین پروسه و مسیح علی نژاد بپردازیم، به این نسخه یا این ورژن نوع نگاه به جامعه، به تغییرات در جامعه، به انسان‌ها، ما خیلی می‌بینیم که توی به هر ترتیب اون نوع
خارج کشوریش که مخصوصا توی غرب هم خیلی باد زده میشه از طرف سازمان ملل، از طرف نهادها و به هر حال ارگانهای دست راستی توی غرب، که اتفاقا همین پروسه رو، یعنی این نوع نگاه به جامعه، به انسان و تغییرات در جامعه رو تبلیغ بکنن و به اصطلاح پیش ببرن. حالا خب مسیح علی نژاد رو یه جای سبک کاری داره که داره با یه سبک کار مشخصی یه پروژه هایی رو یا یک به هر ترتیب کمپین هایی رو جلو میبره، اون سر جای خودش، ولی اون محتوای به هر ترتیب فکری، سیاسی و اون به اصطلاح کنه قضیه رو من مد نظرم هست که دارم صحبت میکنم، که آدم یاد مثلا یه گرایشات مشخص سیاسی یا فکری توی دنیای غرب میفته، یا توی حتی مثلا نمونهش توی آسیای میانه هم ما سراغ داریم، مثلا گاندیوارانه، یا نمیدونم این که مثلا ما هر کسی تغییر رو از خودش شروع بکنه و این موجب تغییر توی ساختار سیاسی اجتماعی جامعه خواهد شد. که وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم که واقعیت نداره، یا نهایتاً جنبش‌های رفرمیستی توی نمیخواستن کل سیستم رو زیر سوال ببرن و تغییر ریشه ایجاد بکنن، دست به انجام همچین کارایی رو به اصطلاح دست به انجام همچین کارایی میزدن. میخوام بگم که یعنی نسخه‌های غیر ایرانی این نهله فکری یا به هر ترتیب نوع نگاه به زندگی بشر کاملا نسخه های مشخصی هست که توی دنیای غربم توی راست به اصطلاح بر ترتیب جامعه خیلی طرفدار داره. خواستم قبلش اینو اشاره کنم بعد بریم سراغ خود مسیح علی نژاد. نه پوینت کاملا درستی رو مطرح میکنی کیان جان، برای اینکه این یک اسم رمزه، تغییر از خود شروع کن. واسه چی؟ واسه اینکه حالا زیاد به حکومت نپرداز، اگه تو عوض بشی حکومت هم عوض میشه. تغییر از خود شروع کن، یعنی اینکه دیگه فکر این نباش. برای مثال فرض کن اگه یه لحظه آدم واقعیت اجتماعی رو در نظر بگیره، فرض کنید من یک کارگره که هر روز باید روزی 8 ساعت 10 ساعت 15 ساعت کار بکنم، تازه حقوقم هم نمیدم، خب چه تغییری از خودم شروع کنم؟ واقعا اگه بخوام تغییر از خودم شروع بکنم، تنها تغییر این میتونه باشه که وضعم عوض بکنه، که متحد بشم، متشکل بشم و حقم رو بگیرم. این آدم هایی که منو به استثمار میکشن از سر راه جامعه بردارم. یعنی متوجه میشیم بلافاصله به مبارزه طبقاتی برمیگردی و به جدال طبقاتی که تو جامعه و موقعیت تحت ستم و محکومی که داری. حتی زنها رو اگر نگاه بکنیم، بالاخره زنه بله تغییر از خود مهمه، خود میگم خود علینژاد هم تغییر از خود شروع کرده، مهمه، ولی سرانجام شما اگر بخوای حجاب رو برداری باید این جمهوری اسلامی رو از سر راد برداری. مگه میشه با وجود جمهوری اسلامی باش اونجا و شما حجاب از سر برداری و اتفاق نیفته؟ اگر زنای ایران حجاب از سر بردارن، جمهوری اسلامی کارش تمومه و جمهوری اسلامی مقابل این وامیسته. و تو صحبتهای مسیح علی نژاد چقدر اینو میبینی که به قلب جمهوری اسلامی بذاره؟ مثلا فرض کن میگه قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی، یک آن نمیگه قوانین اسلامی ضد زن و سرتاپا اسلامی جمهوری، یعنی خیلی مراقبه که صرفا بگه قوانین عقب مونده. به نظرم همینطور که تو میگی داره حسابا و محاسبات خودش رو میکنه، که خب به نظرم الگوش این گذاشته که مثلا من یکی مثل این چیه، این خانم برمهیه که بهش جایزه صلح نوبل هم دادن، اینا تو این چارچوب ها هستن، یعنی یه چارچوبه معینی که سازمان ملل قبولش داره، غرب هم باش کنار میاد و کلن همون نگاه به بالا که گفتم و حرف اینا هم مثلا سازگارا هم میتونه کنار این قرار بگیره. مصطفی یه نکته که میخواستم اشاره بکنم اینه که ما فرض بگیریم همین جواب رو، یعنی راه حلی که داره مطرح میشه، تغییر از خود شروع کن، بیاریم توی یک جامعه مثلا در اروپای غربی، مثلا داخل سوئد یا توی کانادا یا هر جای دیگه، بیایم بذاریم جلوی یک زن یا جلوی زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن. تازه
اینجا توی اروپای غربی، آمریکای شمالی خشونت بیشتر جنبه میتونه مثلا ریشه فرهنگی این چنینی داره، مثل داخل ایران ریشه قانونی و دولتی نداره که دولت نماینده تولید و بازتولید و ترویج خشونت باشه. بریم بذاریم جلوی یک زن داخل کانادا یا داخل سوئد بگیم که تغییر از اصلا یعنی هاج و واج نگاه میکنن که یعنی چی؟ من اگر اینجا به اصطلاح مورد خشونت واقع بشم، وظیفه قانون و دولت هستش که جلوی اون کسی که خشونت میگیره باش برخورد بکنه. و یعنی میخوام بگم که با همین روش بوده که توی غرب این تغییرات به وجود اومدن. یک جنبش های مترقی، سکولار، چپگرا، پیشرو اومدن وایستادن جلوی قوانین، دولت و برتری طبقه حاکمه و زدنشون کنار، تغییرات رو اعمال کردن و حالا هم دارن فرهنگ سازی میکنن. بسیار روشن چیزی که تو میگی کیان، سر قضیه ترامپ. ترامپ وقتی اومد، زنان علیه ترامپ، جنبش زنان که یه چیز جهانی، حرکت جهانی بود، من تو این ونکوور خودم رفتم دیدم، چند یه چیزی شاید 10,000 شاید بیشتر زنان و عمدتاً هم زنای جوان و خیلی هاشون هم با بچه های کوچولوشون اومده بودن و به شدت علیه ترامپ و علیه کثافاتی که ترامپ به جامعه پرتاب میکنه و به خصوص علیه زنا به شدت اعتراض میکردن. اگه همین نکته که تو میگی رو مقابل اون زنا بذاری، مطابق صحبت علی نژاد بعد اینا از خودشون تغییر شروع بکنن تا اینکه بخوام بیان علیه ترامپ مبارزه کنن. در ضمن دوست دارم ببینم که این خانم علی نژاد راجب ترامپ چی میگه، چون با رضا پهلوی که رابطهش خوبه، نمیدونم حالا راجب ترامپ نظرش چی باشه. مصطفی یه مقدارم توی این تایم، اگر توی این وقتی که داریم به این مسئله دوست دارم بپردازیم، حالا جدا از همین مسئله فقط جنبش زنان یا مسئله حجاب، من دو نکته رو میخواستم بگم. یکی این که با توجه به شرایطی که فضای سیاسی ایران داره، توازن قوای سیاسی، ما شاهد یک جنبش های بسیار رادیکال، پیشرو، سکولار و مترقی هستیم داخل ایران که شما به خواسته هاشون، حرف هاشون نگاه میکنی کاملا به اصطلاح پیشرو هستن. ولی به خاطر اون فضای سرکوب، به خاطر نوع به اصطلاح اون توازن قوایی که وجود داره، یک چهره هایی از توی جنبش های طبقاتی که توی ایران هست، حالا جنبش ملی اسلامیه یا کمتر جنبش مثلا راست پروغرب و بیشتر جنبش ملی اسلامی، یک کسایی میان جلو و که نماینده به اصطلاح منطبق و مناسبی نیستن با اون جنبش واقعی توی جامعه، که این مختص یه دوران خاصی در جوامع اختناق زده است، در جوامعی که به اصطلاح دیکتاتوری وجود داره، سرکوب وجود داره، این حالا که حتی به اصطلاح یه اپوزیسیون نه چندان رادیکالی میتونه عرض اندام بکنه و توی یه جنبشی برترتیب بیاد یه نقشی رو ایفا بکنه. که من یکی این نکته رو میخواستم بگم که دلیل این که ما یه جنبش خیلی پیشرو و رادیکالی توی جنبش نوین رهایی زن در ایران داریم که نگاه میکنی خواسته هاش هیچ گونه انطباقی با جنبش ملی اسلامی یا حتی جنبش راست پروغرب نداره، که برترتیب مسیح علی نژاد توی اینا رفت آمد میکنه و توی این دوتا جنبش میره و میاد و نداره. ولی به هر حال با توجه به فضای سیاسی موجود یه چهره ای هست داخل این جنبش. و نکته بعدی، مجموعه صحبت هایی که مسیح علی نژاد میکنه، یک جور کاملا متوجه میشه آدم که نه جنبش ملی اسلامی نه جنبش راست پرو غرب به اصطلاح راهکار اساسی که بخواد تغییر بنیادین توی جامعه ایران ایجاد بکنه که وضعیت زنان زیر رو بشه، هیچ راه حلی براش وجود نداره. راه حلش همینایی هستن که داره گفته میشه. و یه جایی با رادیکال شدن فضای سیاسی جامعه، به نظر من این دو از هم جدا خواهند شد. یعنی اون جنبش میره رهبران و نمایندگان واقعی خودش رو که منطبق باشه با اون جنبش رو پیدا میکنه و به هر ترتیب این به اصطلاح جدایی صورت خواهد گرفت. ولی خواستم بگم به هر حال شرایط حاضر سیاسی ایران یه همچین فضایی رو ایجاد کرده. کیان، آره، بذار من اینو که تو گفتی یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ببین، مسیح علی نژاد دیگه تو صحبتش میگه که آره، من این کلاهی که سرم بود، اومدم خارجم هنوز کلاه سرم بود چون می‌خواستم موهامو حفظ کنم که مثلا خانواده‌ام دل خوش باشه و اینا، یه جای فهمیدم که بعد بردارم و از خودم شروع کردم. پوینتش اینه.
و بعد اونجا میگه که هی همه میگفتن حجاب مهم نیست، اصلاح طلب میگفت حجاب مهم نیست، برانداز میگفت حجاب مهم نیست، که یه بخش صحبتش درسته، خود ایشون اون وقت جزء اصلاح طلبا بود که میگفت حجاب مهم نیست دیگه. سخنرانیش هم توی یوتیوب هست. آره براندازم، آره صحبتاش هست، خوبه اون صحبت‌ها رو بشنوه خودش یه دور دیگه. براندازم مقصود کیه؟ مجاهده، مجاهد که اصلا پرچمش حجابه، یعنی مریم رجوی هنوز چارچاخچونش رو صف زیر گلوش بسته. سلطنت طلبم که به این مسئله توجه زیادی نداشت، یا حد اکثر برگرده به سنت رضاشاه که حجاب از سر بگیریم، ولی فعال نبوده. ولی مسیح علی‌نژاد آگاهانه و آمدانه یه عده‌ای رو حذف کرد تو این صحبت. یکی کمونیستا که ماها باشیم، کمونیست کارگری، که از همون روز اول گفتیم حجاب مسئله خیلی مهمیه و بعد حجاب از سر برداشت، حجاب رو باید انداخت بیرون. یکی اینو صحبت نکرد. یکی جنبش زنان، جنبش زنان تو ایران، جنبش رهایی زن، از همون اسفند 57، از همون سه هفته بعد از اینکه جمهوری اسلامی هم از سر کار، محکم پرچم علیه حجاب برداشت، تظاهرات علیه حجاب بود و تو تمام این سال هم زنان مبارزه کردن، تلاش کردن حجاب عقب برونن. این مسیح علی‌نژاد و اصلاح طلب ها اینا بودن که میگفتن حجاب مهم نیست، و اون کسی که اینا رو وادار کرد که بفهمن حجاب مهمه، اون جنبش رهایی بخش زنان بود، کمونیستا بودن، که این در واقع این جنبش زنان و کمونیستا بودن کلاه رو از سر خانم مسیح علی‌نژاد برداشتن، نه خودش. یعنی خودش تحت تاثیر این جنبش فهمید اون جنبش اصلاحات به جایی نمیرسه. اگر امامزاده خاتمی معجزه میکرد، این هنوز همون جا بود. حالا هم که اون کلار، خوشبختم من خیلی خوشحالم که اون کلار از سرش برداشته، ولی باید بدونه این کلار رو چه جنبشی از سرش برداشت، جنبش رهایی زن اساساً و کمونیستا، و الان اومده داره شدیداً علیه حجاب میجنگه، ولی هنوز حواسش هست که کلیت جمهوری اسلامی زیر سوال نبره. هنوز حواسش هست که اون چارچوبه ضد خشونت از خودتان شروع کنید و چارچوبه سازمان مللی و جایزه صلح نوبل اینا، حقوق بشری، تو اون چارچوبه وایسه و کارشو بکنه. و هنوز یه کلاه، یعنی خب اون کلاه کوچولو رو از سرش برداشت و اومد خوب کاری کرد، ولی میخواد یه کلاه گنده دیگه سر زنها و سر مخاطبینش بذاره. به نظرم باید این رو به صراحت گفت، و باید گفت مسیح علی‌نژاد اگر میخواد واقعا صادق باشه با خودش، اگر میخواد به عنوان یه زنی که از یه ده روستا اومده و از یه خانواده‌ای که فقیر و زحمتکش بوده اومده، و میخواد واقعا صادق باشه با خودش، باید اینو ببینه که اون وقت هم نگاهش به بالا بود، الان هم نگاهش به بالاست، و اگر میخواد تغییری از خود شروع بکنه، این تغییره که تغییر اساسی است که واقعا واسه جامعه ثمر و محصول مناسبی داره. چون نهایتا حجابی که به زن سر زنان ایران گذاشته شد توسط جمهوری اسلامی گذاشته شد، و جمهوری اسلامی هم توسط غرب و همین دوستان ترامپ و همه اینا آوردنش سر کار، و این راه حل سرمایه‌داری این دوره بود واسه اینکه انقلاب 57، انقلاب کارگری و انقلاب زنا رو سرکوب بکنن و جمهوری اسلامی رو نگه دارن. اگر امروز کسی میخواد واقعا تغییر تو وضعیت ایران به وجود بیاره، باید کل جمهوری اسلامی، کل حجاب و اسلام و کل اون کسایی که پشت سر جمهوری اسلامی بودن و الان هم هستن، اینا رو از ریشه در بیاره. و مسیح علی‌نژاد تو این چارچوب بازی نمیکنه. میگم توازن قوا تغییر کرده، دوره‌ای که خامنه‌ای خاتمی برو برو داشت، کسی حرف حجاب زیاد نمیزد، منظورم از اصلاح طلب ها اینا، فقط ما کمونیست ها و جنبش رهایی زن بود. حالا که حجاب به مسئله اول جامعه مربوط شده، این داره یه جوری حرف میزنه که انگار من این کلاه رو برداشتم، همه فهمیدن باید حجاب از سر برداشت. به نظرم این خیلی غیر صادقانه. یه خصلتی که به اصطلاح راست جامعه داره و جریانات فعالینش و کلن این خصوصیت همگیشون هست، این به خاطر این که خودشو اون بیس جامعه، بستر اصلی جامعه تعریف میکنه، این ویژگی رو همشون هم دارن. تاریخ رو از دوره‌ای که، یعنی از زمانی که خودشون توجهشون حالا به یه مسئله جلب میشه یا میان توی اون عرصه شروع به کار میکنن، تاریخ رو از اون زمان تعریف میکنن و جوری هم تعریف میکنن که انگار
مثلا فلان جریان راست استارت زننده اون مبارزه مشخص یا اون عرصه مشخص و برای وضعیت موجود بوده. ببین چپ بهشون فشار میاره، مجبورشون میکنه به یه چیزی نه رو نه من نمیگم که من منظورم این نیستش که یعنی خودآگاه یه دفعه میان این کارو میکنن. آره مجبور میشن. میگم دقیقاً نکته ولی من این هستش که وقتی که میاد شروع به تمرکز میکنه به اون مسئله، فرضاً مثلا مسئله علیه اعدام به طور مثال، علیه سنگسار که چندان توجهی راست جامعه بهش نداشت، وقتی که مثلا کمونیستا، حزب کمونیست کارگری، مشخصا کمیته بین المللی علیه اعدام میاد وای میسه، اون رو تبدیل میکنه به موضوع اصلی جامعه و جلوی جمهوری اسلامی رو میگیره، بعد از و مثلا فرزن شیرین عبادی حتی توی دوره میاد مطرح میکنه که این کاری که مینا احدی داره انجام میده به اصطلاح کمک به وزارت اطلاعاته توی یکی از مثلا مصاحبه‌اش، ولی وقتی که میبینه که اون مسئله یعنی فشار سیاسی اجتماعی اون مسئله رو خودش احساس میکنه، میبینه تبدیل به یه موضوع اصلی توی جامعه شده، خواست به اصطلاح خیلی برجسته‌ای توی جامعه شده، میخواد بیا توی اون زمینه نقش ایفا بکنه، یک جوری به اصطلاح قاعده بازی رو معرفی میکنه و به اصطلاح باز تعریف میکنه که انگار استارت زننده این مسئله راست جامعه بوده. و این میگم خصوصیتی کلیت این افراد و این جریانات دارن. مثلا توی مصاحبه ای که ما خب من شخصا از تغییر آدم ها خوشحال میشم، اینجوری نیستش که بگم خب الان این تغییر کرده به این به این صورت که الان حجاب نداره چیز بدیه، خیلی هم خوبه که الان حجاب نداره، ولی توی مصاحبه ای که تو همین وی او ای که الان داره داخلش کار میکنه باهاش انجام گرفت، درست بعد از اعتراضات 88 بود، یعنی سال 88 فکر میکنم چند ماه یا یک سال ازش گذشته بود و ایشون هنوز حجاب سرش بود، وقتی در مورد حجاب و اینکه زنان ایران حجاب نمیخوان داشته بود گفت حجاب مسئله اصلیش نیست، ولی امروز وقتی میاد صحبت میکنه چه یعنی یک تصویری از جامعه ایران داره میده که اولا مردا هستند که دارن خشونت به اصطلاح به زن خشونت اعمال میکنن به زنان و باعث جلوی مسئله گرفته بشه، نماینده اعمال خشونت، تولید و بازتولید خشونت توی اون جامعه به اصطلاح جمهوری اسلامی، دولت، حکومت و مذهب هستش که داخل اونجا داره این نقش رو ایفا میکنه به عنوان عامل اول و به اصطلاح عامل اصلی. اینو میذاره کنار، میگه مردا هستن و یک تصویر میده که انگار اون جامعه به یک باره تسلیم شده و پذیرفته حجاب رو و هیچ گونه اعتراض، فعالیت و به اصطلاح مقاومتی در مقابل اعمال فشار جمهوری اسلامی انجام نداده. چهار دهه مبارزه رو میذاره کنار و به یک باره به یک جوری این به اصطلاح مسئله رو تعریف میکنه، انگار از مبارزه از روستایی که ایشون شروع کرده به یک بار علیه حجاب به وجود اومده و الان رسیده به اینجا که داره نمایندگی میکنه جنبش بی‌حجابی در ایران. یعنی خیلی غیر واقعی هست، حتی به اصطلاح اتفاقات در رویدادهای مشخص توی اون جامعه وفادار نمیمونه. به هر حال من چیزی که توی این صحبت رو دیدم میگم یه جنبه هایش خوش آمد، این که اومد روک و راست کفاره، من هم یک کلاه گنده سرم بود، هنوزم با این وضعی هم که خارج اومده بودم هنوز موهامو تو این کلاه پنهان میکردم و اینو از سر برداشتم، به نظرم کار درستی کرد، کار خیلی خوبی کرد، این که اومده سر مسئله حجاب وایساده داره میجنگه و چهارشنبه های سفید رو انداخته و اینا کار خوبیه، آزاده یواشکی رو انداخته، البته نقطه مهمی هم تو این صحبتاش بود که گفت آزادی یواشکی رو باید علنی کرد و ما باید این کار رو بکنیم، اینا نقطه خوبش بود، ولی من صادقانه ندیدم بحثاشو و همینطور که الان هم تو گفتی خب اگر کسی اون کلاه رو از سرش برداشته باید ببینه چه چیزی باعث شد اون کلاه هست، این خودش که در خود معنی نداره، خود هیچ کس در خود معنی نداره، همه آدما تحت تاثیر شرایط اجتماعی هستن و این جنبش‌های اجتماعی سیاسی بود که مسیح علی‌نژاد رو به اینجا آورد و چیزی که تو اینو می‌خوام بگم غیر صادقانه‌اش اینجاست، چیزی که توش تغییر نکرده از همون اول بوده الان هم هست اینی که نگاهش به بالاست و میخواد از طریق یه روز خاتمی، حالا یه روزی نمیدونم سازمان ملل یا نمیدونم رضا پهلوی، میخواد یه تغییراتی به وجود بیاره که توی چارچوب معینی باشه. مسئلهش این نیست که بنیاد این بدبختی که توی جامعه ایران هست که
حجاب سمبلشه. این بدبختی عبارت از کلیت جمهوری اسلامی و یک سرمایه‌داری وحشی که دادنش دست جمهوری اسلامی. و شما اگر بخوای این وضعیت رو عوض کنی، از جمله حجاب و این همه نابرابری علیه زنها رو از بین ببری، باید کل این وضع رو عوض کنی. و مسیح علی‌نژاد داره میاد به شما میگه تغییر از خود شروع کن. به جمهوری اسلامی هم که میرسه خیلی سعی میکنه ملایم باشه و فقط در چارچوب حجاب باشه. به نظرم این صادقانه نیست و کسی که میخواد این وضع رو عوض کنه باید دست به ریشه ببره و کل جمهوری اسلامی و کل این اوضاعی که سبب شده جمهوری اسلامی بیاد و این سرمایه‌داری رو از ریشه در بیاره. و مسیح علی‌نژاد اگر میخواد تغییر در خودش وجود بیاره، باید این تغییر رو در خودش وجود بیاره. من حرفم باشین. بی حقوقی مصطفی زنان در ایران با خلعیت شدن از چند تا مسئله اتفاق میفته، رفع میشه، یعنی که مثلا زنها دیگه بی حقوق نباشن، اون کرامت انسانی که در موردش صحبت میکنه مسیح علی‌نژاد اتفاق بیفته، که اتفاقا مسیح علی‌نژاد به اونها یعنی نمیخواد ببینه اون مسئله رو. یکی مسئله مذهب هست، نقش مذهب، نقش دین توی زندگی زنان ایران داره چه نقشی رو داره ایفا میکنه، تو قوانین کجاست، توی فرهنگی که مدام داره تبلیغ میشه کجاست، توی آموزش پرورش این مذهب چه یعنی اینا رو آمدن میخواد نادیده بگیره. و مردسالاری هست. ببین راجع به مردسالاری هم یه جوری صحبت میکنه انگار مردسالاری ناشی از مرداست. این نمیده که مردسالاری سیستم حاکمه، سرمایه‌داری. سرمایه‌داری نگاه کن، ترامپ رو نگاه کن، دیگه کسی لازم نیست خیلی عقل داشته باشه یا خیلی تئوری بخواد بخونه یا خیلی باهوش باشه. ترامپ رو نگاه کن تا بفهمی مردسالاری سیستم حاکمه یعنی چی. فقط خامنه ای نیست، فقط شیوخ عربستان نیستن، همشون از دم که نگاه بکنی این جامعه مردسالاره، به خاطر اینکه این سیستم پشت مردسالاریه و این مسئله رو تقلیل میده. انگار این البته میگه تو صحبتش مردان خوبن و کنارمون باشن از اون دفاع کنن، ولی کلا این جدا کردن مرد و زن به این شکل باز مثل همونه که مسئله از خودت شروع کن. میخواد مخاطبش مشکل سیستم رو نبینه، میخواد مخاطبش مشکل اساسی رو نبینه. تو میخوای وضعیت زن رو عوض کنی، امروز باید این سیستم مردسالار سرمایه‌داری رو از سر راه کنار بزنی. خب مصطفی، به پایان برنامه رسیدیم. اینجا دعوت میکنم از بینندگانمون که نظرشون رو در رابطه با این موضوع برای ما از طریق راه‌های تماسی که در پایین صفحه میبینن ارسال بکنن. اونها چی فکر میکنند؟ موافق هستند با مباحثی که در این برنامه مطرح شد یا مخالف؟ میتونید برای ما نظرتون رو ارسال کنید. براتون تا برنامه بعدی شبها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم.